سلام و درود میگم خدمت همه دوستان و همراهان همیشگی ما به یکی دیگه از برنامه های خاطرات قتل خوش اومدید در این برنامه به پرونده راز قتل پیچیده ای که با تیسوشی پلیس فاش شد میپردازیم پرونده قتلی که در سال 1391 و در اردبیل اتفاق افتاد خاطر نشان میکنم تمامی مطالب این برنامه حقایق و شواهدیه که توسط بازپرسان و کاراگاهان این پرونده نقل شده و به احترام بازماندگان این قتل هیچ دخل و تصرفی در مطلب صورت نگرفته پس در ادامه برای بررسی این پرونده با ما همراه باشید سال 91 بود و اون موقع تو اداره جنایی پلیس آگاهی استان اردبیل مشغول به کار بودم خوب یادمه که بامداد نخستین روز اردی بهشت مردی با پلیس صد تماس گرفت و در حالی که بریده بریده حرف میزد مدعی شد که دو نفر اون رو به قصد کشتن کتک زده و در حوالی یکی از روسته ها رها کردن. مرد جوان به سختی حرف میزد و از صداش معلوم بود که در وضعیت خوبی به سر نمیبره. برای همین اپراتور از اون خواست که نشونی دقیق محلی رو که حضور داره بگه تا تیمی از ماموران برای کمک به اون برن اما مرد دقیقا نمیدونست کجاست و پس از گفتن چند جمله کوتاه درباره مکانی که در اونجا رها شده بود دیگه نتونست چیزی بگه و تماس قطع شد بعد از این تماس تیمی از ماموران به جستجو برای پیدا کردن مرد جوان پرداختن اون پیش از اینکه تماس قطع بشه گفته بود که در چند کیلومتری یکی از روستاهای اطراف شهر و ماموران با اطلاعات کمی که داشتن جستجوی خودشون رو ادامه دادن. اما تا نیم ساعت بعد هیچ اثری از اون پیدا نکردن. در نهایت حدود ساعت یک بامداد بود که تیم گشتی پلیس در نزدیکی ای روستایی جسد مردی رو دیدن که غرق خون روی زمین افتاده بود. تو همون بررسی های اولیه معلوم شد که این مرد همون کسی بود که نیم ساعت قبل تر با پلیس تماس گرفته و درخواست کمک کرده بود. اما ماموران وقتی اونو پیدا کردن که کار از کار گذشته و مرد جوون جونش رو از دست داده بود. همون شب بود که از طریق مرکز پیام در جریان ماجرا قرار گرفتم. همراه بازپرس و تیم تشخیص هویت راهی محلی شدیم که جسد مقتول در اونجا افتاده بود. آثار خون که روی زمین دیده میشد از این حکایت داشت که قربانی چند متری خودش رو روی زمین کشونده اما در نهایت بلت شدت خونریزی و جراحاتی که دیده بود دوام نیاورده و جونش رو از دست داده بود. کارشناس پزشکی قانونی پس از بررسی های اولیه اعلام کرد که مقتول بر اثر اصابت ضربات جسمی سخت مثل سنگ یا میله فلزی جونش را از دست داده و این اطلاعات با حرفای مقتول پیش از مرگش همخونی داشت. طبق گزارشی که در اختیار داشتیم، مرد جوان زمانی که با پلیس 110 تماس گرفته و درخواست کمک کرده بود، گفته بود که دو نفر اون رو به بیابون کشونده و با پتک فلزی به جونش افتاده و اون رو به باد کتک گرفته بودن. اما موفق نشده بود که از هویت این افراد اطلاعاتی به پلیس ارائه کنه. از سوی دیگه ماموران کلانتری زمانی که به محل پیدا شدن جسد رفته بودن در تحقیقات و جستجوهایی که انجام داده بودن تونسته بودن یک سنگ آغشته به خون رو هم پیدا کنن و همه چیز از این حکایت داشت که عاملان جنایت احتمالاً به بحانه ای مقتول رو به اون منطقه کشونده و پس از اون مقتول رو غافلگیر کرده و به قتل رسوندن. ما ما یه پیچیده ای پیش رومون بود. از یک طرف هنوز هویت مقتول رو شناسایی نکرده بودیم و از طرف دیگه هیچ سرنخی که ما رو به عاملان جنایت برسونه وجود نداشت. با این حال تحقیقات رو ادامه دادیم و بار دیگه راهی محل پیدا شدن جسد شدیم تا در روشنایی هوا به جستجو در اونجا بپردازیم که این بار سرنخهایی پیدا کردیم که ما رو به هویت مقتول رسوند. طولی نکشید که فهمیدیم قربانی مردی به نام کیکاووسه که همراه همسرش در یکی از شهرستانهای استان اردبیل زندگی میکنه و برای تحقیق از این زن راهی خونش شدیم. خونه کیکاووس خونه ویلایی با ظاهر شیک و مرتب بود. معلوم بود که وضع مالی مرد جوان خوبه وقتی زنگ خونه رو زدیم زن جوونی در رو به رومون باز کرد اون همسر مقتول به نام هانیه بود زن جوون که ظاهرا از دیدن ما نگران شده بود سراغ شوهرش رو گرفت و وقتی فهمید که اون کشته شده شروع به گریه و زاری کرد از شهرش معلوم بود که شوکه شده و برای همین کمی صبر کردیم تا آروم بشه و بعد شروع به تحقیق از اون کردیم وقتی از زن جوون درباره شوهرش و اینکه آیا با کسی دشمنی داشت یا نپرسیدم اون گفت که شوهرش فقط یک دشمن داشته و آن هم مردی به اسم محسن بوده به گفته یه زن جوون محسن مرد کلاهبرداری بود که سابقه زیادی در بالا کشیدن اموال مردم داشت و شوهر اون که یک تاجر بود مدتی قبل با محسن وارد معامله شده بود قافل از اینکه محسن قصد بالا کشیدن پولهاش رو داشته هانیه می گفت که شوهرش در این معامله ضرر چند صد میلیون تومانی کرده و سر همین موضوع مدام با محسن اختلاف داشته و این مرد تنها کسیه که می تونه عامل قتل شوهرش باشه. با شنیدن حرفای هانیه تحقیقاتمون رو روی محسن متمرکز کردیم و متوجه شدیم حرفای هانیه درباره کلاهبرداری ها و سوابق محسن درست بوده. این مرد یک کلاهبردار شناخته شده بود و مقتول در جریان معامله که با اون کرده بود سرمایه زیادی را از دست داده بود. حتی بررسی مکالمات تلفنی و پیامک های رد و بدل شده بین محسن و کیکاووس هم این مسئله رو ثابت میکرد و نشون میداد که اونها با هم اختلاف داشتند. و این اختلاف حتی باعث درگیری لفظی و تهدید هم شده بود. با این اطلاعات بود که باسپورس پرونده دستور بازداشت محسن رو صادر کرد و مونرو در شهر رشت دستگیر کردیم. محسن به اداره آگاهی منتقل شد و تحت بازجویی قرار گرفت. جالب این که محسن همه اتهامات کلاهبرداری و حتی فریب کیکاووس رو قبول داشت اما می گفت که در قتل اون نقشی نداشته. یک روز که در حال بازجویی از اون بودم احساس کردم که حرفای این مرد درباره بیگناهیش درسته. با این حال چون مدرکی برای اثبات بیگناهی نداشت به زندان افتاد و این در حالی بود که من هنوز به این مسئله فکر می کردم که شاید محسن در این جنایت نقشی نداشته باشه. فکر بیگناهی محسن یک لحظه هم از ذهنم خارج نمی شد. ما خودم می گفتم که اگر اون در قتل کیکاووس نقشی نداره پس چه کسی عامل جنایته؟ تنها مزنون دیگه ای که در ذهنم سراغ داشتم همسر مقتول بود. اون اصرار عجیبی داشت که محسن شوهرش رو به قتل رسونده و این احتمال وجود داشت که در صورت بیگناهی محسن همه این ماجرا نقشه باشه که هانیه طراحی کرده باشه. هرچند همه این فکرها در حد فرضیه بود و هیچ دلیلی برای اثباتش وجود نداشت. اما تصمیم گرفتم این فرضیه را دنبال کنم تا قاتل کیکاووس شناسایی بشه. اگر هانیه در قتل شوهرش دست داشت باید برای این کار انگیزه مهمی می داشت. این انگیزه میتونست آشنایی با فردی دیگه و پایان دادن به زندگی مشترک با کیکاووس باشه. بنابراین کاری که باید انجام میدادم زیر نظر گرفتن زن جوان بود. ما باید همه تماس و رفت آمد های اون رو کنترل می کردیم تا ببینیم با چه کسانی در ارتباطه. در این بررسی ها بود که ردی از مردی به نام ابراهیم به دست اومد. بررسی های ما نشون میداد که در همون شبی که کیکاووس به قتل رسیده بود، پیامک های مرموزی بین هانیه و ابراهیم رد و بدل شده بود. زمان رد و بدل شدن پیامک ها بین دوازده نیمه شب تا یک بامداد بود. یعنی همون موقعی که کیکاووس با پلیس تماس گرفته و درخواست کمک کرده بود. این پیامک ها شکی باقی نمیگذاشت که کاسه زیر نیم کاس است و هانی از روز قتل شوهرش با خبره با این حال تصمیم گرفتیم تا به دست اومدن شواهد بیشتر از دستگیری اون خودداری کنیم. در این مرحله از تحقیقات و جستجو برای شناسایی ابراهیم رو شروع کردیم. هر چند افراد زیادی نبودن که اون رو بشناسن، اما در تحقیقاتمون متوجه شدیم که این مرد یک مکانیکه که زندگی کاملا پیچیده ای داره. بررسی های ما نشون میداد که ابراهیم هیچ وقت برای مدت زیادی در یک محل مشخص نبوده و مدام محل زندگیش رو تغییر میده. ما که اطمینان داشتیم این مرد به همراه هانیه در قتل کیکاووس نقش داشته، ماجرا رو به بازپرس پرونده اطلاع دادیم و دستور بازداشت هر دوی اونها صادر شد. نخستین فردی که دستگیر کردیم هانیه همسر مقتول بود. خوب به خاطر دارم که روز اول وقتی خبر قتل کیکاووس رو به هانیه دادم، اون چطور شوکه و ناراحت شد. طوری نقش بازی می کرد که همه ما در همون نگاه اول باور کردیم که اون بیگناه و از ماجرای قتل شوهرش خبر نداره اما این بار فرق داشت حالا مدارک و شواهد زیادی داشتیم که نشون میداد اون گناهکاره و رازی رو از ما مخفی کرده وقتی هانیه در اتاق بازجویی مقابلم قرار گرفت با روز اول خیلی فرق داشت دیگه از اون اعتماد به نفس خبری نبود انگار خودشم میدونست که به پایان خط رسیده و مدارک که محکمی به دست آوردیم که نشون میده گناهکاره. وقتی از اون درباره ابراهیم پرسیدم رنگ از چهرش برید. حالا دیگه مطمئن شده بود که رازش فاش شده. ابتدا خواست وانمود کنه که اصلا چنین فردی رو نمیشناسه. اما وقتی از پیامک های رد و بدل شده بین اونها اون هم در شب جنایت گفتم دیگه چاره جز بیان حقیقت ندید. هانیه که دیگه نقش بازی کردن رو بیفایده میدید این بار شروع به اعتراف کرد. اون گفت مدت ها بود که با شوهرم دچار اختلاف شده بودم. اون همه ی اموالش رو در جریان کلاهی که محسن سرش گذاشته بود از دست داده بود و احساس می کردم که دیگه نمی تونه زندگیمون رو مثل گذشته تأمین کنه. از طرف این مسئله روی رفتار اونم تأثیر گذاشته بود و مدام با هم جرابحث و درگیری داشتیم. چند بار ازش خواستم که به این زندگی خاتمه بدیم و از هم جدا بشیم اما کیکاووس قبول نمی کرد. می گفت که نمی خواد جلوی فامیل آبروش روش بره و هرگز طلاقم نمی ده. از زندگی با اون خسته شده بودم. دنبال راهی می گشتم که از هم جدا بشیم تا اینکه با ابراهیم آشنا شدم. اون مکانیک بود و به تازگی به محل ما اومده بود. کمی که از آشنایی ما گذشت شروع به درد و دل با اون کردم و از زندگیم گفتم و اینکه کیکاووس منو طلاق نمیده. بعدم از اون برای قتل شوهرم کمک خواستم و اون هم قبول کرد. قرار شد که ابراهیم با کمک یکی از دوستاش به بهانه انجام معامله کیکاووس رو به خارج از شهر بکشونن و اونو به قتل برسونن. شب حادثه اونا با همسرم قرار گذاشتن و همراه کیکاووس رفتن. پس از اون چند بار به ابراهیم پیامک زدم تا ببینم چه اتفاقی افتاده. بلاخره فهمیدم که اونا با ضربات میله آهنی و سنگ شوهرم و در بیابون به قتل رسونده و همونجا رهاش کردن. پس از قتل تصمیم گرفتم جنایت رو به گردن محسن بندازم. چرا که شوهرم با اون اختلاف داشت و همه از این اختلاف خبر داشتن. این بود که اون رو به عنوان مزنون معرفی کردم و وقتی دستگیر شد تصور می کردم که نقشم با موفقیت به پایان رسیده تا اینکه دستگیر شدم. اعترافات هانیه دقیق و کامل بود. پس از گفته های اون دستور بازداشت ابراهیم و دوستش هم صادر شد و ما با اطلاعاتی که از هانیه به دست آورده بودیم تونستیم محل جدید زندگی ابراهیم رو شناسایی و او رو دستگیر کنیم. مرد جوون پس از انتقال به اداره آگاهی به قتل کیکاووس با همدستی جوونی به نام علی که سرباز بود و در تهران خدمت می کرد اعتراف کرد. اون مدعی شد وقتی درد دل هانیه رو شنیده تنها به خاطر کمک به اون با قتل کیکاووس موافقت کرده و بعد نقشش رو برای دوستش تعریف کرده و اون هم قبول کرده که در ارتکاب جنایت به وی کمک کنه. ابراهیم مدعی بود که اونها پس از کشیدن کیکاووس به بیابون به قصد کشتن اون رو با میله آهنی و سنگ زدن و به تصور اینکه وی جونش رو از دست داده او رو رها کرده و متواری شدند. پس از اعترافات این مرد با هماهنگی قضایی راهی تهران شدیم و آخرین متهم پرونده یعنی علی رو هم دستگیر کردیم. متهمان پس از انتقال به محل جنایت صحنه قتل رو بازسازی کردن و در نهایت با قرار قانونی راهی زندان شدن. در دادگاه ابراهیم و علی به جرم قتل عمد به قصاص محکوم شدن و همسر مقتول هم به دلیل مشارکت در قتل به پانزده سال زندان محکوم شد. اگر از همون ابتدا به گفته های هانیه شک نمی کردم و حرفش رو در خصوص قتل همسرش به دست محسن قبول می کردم الان این محسن بود که به جرم قتل قصاص می شد. به نظر شما آیا ابراهیم و علی فقط به خاطر دلسوزی برای هانیه دست به قتل همسر او زدند؟ برای بررسی قتلهای مرموز حل نشده در ایران بهتون پیشنهاد میکنم حتما این برنامه رو ببینید ما همیشه منتظر شنیدن نظرات خوب شما عزیزان هستیم براتون آرزوی سلامتی و سربلندی رو دارم پیروز و پایدار باشید